عرض کنم که از من خواسته شده که من درباره عقلانیت و معنویت سخن بگم، ولی در یک جلسه مقدماتی خدمت دکتر ناجی و بعضی از سروران دیگر عرض کردم که به نظر میاد که برای اینکه عقلانیت و معنویت رو بشه کاملا باز کرد و گشود بحثش رو، سه بحث جدا از یکدیگر رو ولی در این حال وابسته به هم رو باید طرح کرد، که من الان ظاهرا فقط برای بحث اولش فرصت پیدا میکنم. بحث اول همونطور که عرض کردم این بود که منشأ و خواستگاه درد و رنج‌های بشری کجاست؟ چرا انسان زندگی بدون درد و رنج رو تجربه نکرده است؟ هم در ساحت تاریخی نوع بشر تجربه نکرده و هم در ساحت فردی هیچ بشری در طول عمر شخص خودش تجربه نکرده است یک زندگی کاملا بدون درد و رنج رو. این سوال که یک سوال انسان شناختی خیلی مهمه و فراوان کسانی در بابش سخن گفتن، اعم از فیلسوفان، عارفان، بنیانگذاران ادیان و مذاهب، الهیدانان و عالمان، همه به این پرداختند که چرا نه نوع بشر در طول تاریخ و نه فرد انسانی در طول عمر خودش زندگی بدون درد و رنج رو تجربه نکرده. خب این سواله. نظریه عقلانیت و معنویت، یعنی رأی بنده در باب عقلانیت و معنویت، یکی از جوابهایی است که به این سوال داده شده. جوابهای عدیده‌ای به این سوال داده شده که یکی از جوابهاش هم چیزی است که بنده در واقع در باب این سوال گفتم. من در یک مقاله‌ای که در واقع فصل اول کتاب عقلانیت و معنویت تحت عنوان درد از کجا، رنج از کجا، در اونجا 8 نظریه مهم را در این باب طرح کردم که این 8 نظریه 4 تاش مربوط میشن به دنیای سنتی قبل از دنیای مدرن، ولی هنوز هم در دنیای مدرن طرفدارانی کمابیش دارند، و 4 نظریه هم طرح کردم که اختصاص داره به دوران مدرن، و در دوران سنت این نظریات وجود نداشتن. این 8 نظریه همشون به همین سوال جواب میدن که درد از کجاست، رنج از کجاست، منشأ درد و رنج بشر کجاست، چیه. منتها همونطور که عرض کردم 4 تا نظریه تکونشون در عصر پیشا مدرن بوده، ولی هنوز هم که ما داریم دوران مدرن رو و حتی به نظر بعضی پسا مدرن رو طی می‌کنیم، هنوز هم اون 4 تا نظریه طرفداران فراوان دارن. 4 تا نظریه دیگه هم نه، همشون از ابداعات دوران مدرنن. اون 8 نظریه رو من در اونجا بحث کردم و پیش‌فرض‌های هر کدوم از اون 8 نظریه رو بیان کردم. همطور که عرض کردم اون 8 نظریه فقط مهمترین نظریات این بابن، نه اینکه فقط این 8 نظر وجود داره، ولی مهمترین نظریات اون 8 تا. وقتی که من بحث عقلانیت و معنویت رو طرح کردم، در واقع میخواستم به زبان حال و قال بگم که هیچ کدوم از اون جوابها کاملا برای من قانع کننده نیست. هیچ کدوم از اون 8 نظر کاملا برام قانع کننده نیست، و بنابراین اومدم چیز دیگری پیش کشیدم که بازم برای بارها و بارها تکرار کردم، ولی برای انومین بار بازم تکرار میکنم که آنچه که من اینجا طرح کردم تحت عنوان نظریه عقلانیت و معنویت، خودم در واقع برای خودم هیچ شأن ابداعگری قائل نیستم که بگم این رأی ابداع منه، ابتکار منه. بله، اجزای این نظریه رو من در این سالها در آثار
عارفان، فیلسوفان، بنیانگذاران ادیان و مذاهب، الهیدانان، عالمان علوم انسانی، اجزای نظریه را از همه جا جمع کردم و فقط صورت ترکیبی این نظریه از آن خود منه. بنابراین هیچ وقتی بنده خودم رو مبتکر و مبدع این نظریه تلقی نکردم و تلقی هم نخواهم کرد، چون خلاف واقعه. من فقط یه اجزایی رو که حالا دیگه وارد بحثش نمیخوام بشم، تقریبا میتونم بگم 600 نکته رو در طول این سالها گرد آوردم و همش رو یک هیئت تألیفیه، یک کمپوزیسیونی بهش دادم و حالا از این هیئت تألیفیه و این کمپوزیسیون تعبیر میکنم به عقلانیت و معنویت. اینه که جنبه بداعت و نوظهوری از جانب من واقعا نداره. حالا بپردازم به این که این نظریه از کجا شروع میکنه. بیشتر متفکرانی که در طول تاریخ در باب منشأ درد و رنجهای بشر اظهار نظر کرده اند، بیشترشون، نه همشون ولی بیشترشون، اکثریت قریب اتفاقشون معتقد بودند که درد و رنجهای بشری یک نظام سلسله مراتبی داره. نظامش به گفته فیلسوفان نظام طولیه، نه نظام عرضی. به این معنا که درد و رنج‌های بشر مثل دندانه‌های یک شانه نیستن که همشون کنار هم کنار هم کنار هم کنار هم ایستادن و مجموعشون میشه مجموع درد و رنج‌های بشر. نه، یه حالت تولیدگری بین درد و رنج‌های بشر وجود داره. یعنی مثلا یک هرم رو در نظر بگیرید یا یک مخروط رو در نظر بگیرید، در قاعده این هرم یا در قاعده این مخروط همه درد و رنج های بشر هست، ولی وقتی که از قاعده میایید بالاتر میبینید همه اون درد و رنج های بسیار متعددی که در سطح این مخروط وجود داشتن معلول یه تعداد کمتری هستند در برش اول. اون تعداد کمتر که در برش اول هستن باز معلول تعداد کمتری هستن در برش بالاتر و باز اونا معلول یه تعداد کمتری در دورنجن، به طوری که ما در رأس این هرم میرسیم به یکی دو تا سه تا عامل که اون یکی دو تا سه تا عامل در واقع مادر همه در دورنجان. گویا اون یکی دو تا سه تا اونا درد و رنج های مقطع پایین تر رو و برش پایین تر رو، سلایس پایین تر رو تعیین کردن، بعد اونا درد و رنج های برش باز هم پایین تر، باز هم پایین تر، تا میرسیم به سطح قاعده. یعنی یه نظام طولی یا به تعبیر یک نظام شجره‌ای و درختی برقرار بین درد و رنج ها. و بنابراین درد و رنج ها رو میتونیم بگیم بعضیشون علت بعضی دیگرن و بعضیشون معلول بعض دیگرند. و در رأس این سلسله مراتب که علت العلله، حالا بعضی از نظریات علت العلل رو دو تا میدونن، سه تا میدونن، که میگن در رأس این مخروط دو تا، سه تا، چهار تا در واقع رنج وجود داره و نابسامانی که اونه که ازش سرریز میکنه مثل یه آبشاری دیگه بقیه درد و رنج ها در مقاطع مختلف که همینطور میان پایین تر و پایین تر و پایین تر. خب بعضی ها هم معتقدن که نه، در رأس هرم اصلا یک علت بیشتر وجود نداره. نه اینکه در رأس هرم هم دو تا داشته باشیم، سه تا داشته باشیم، چهار تا داشته باشیم، نه، اصلا رأس هرم هم فقط یکی هست. اون هشت نظریه‌ای که من در اون مقاله درد از کجا رنج از کجا شمارش کرده بودم، اونا کسانی بودن که میگفتن در رأس هرم یک منشأ بیشتر وجود نداره. حالا اون منشأ رو هر کسی چیزی، یکی میگفت منشأش گناه، منشأ همه درد و رنج های بشر، یکی میگفت خودناشناسیه، یکی میگفت دوری از خداست و علل و عواملی که هر کدامشون در رأس این هرم به نظر بعضی از متفکران قرار میگیرن. بنابراین شما در واقع اگر بخواید نظریه عقلانیت و معنویت بنده رو هم بخواید در واقع جا بدید، باید بگید اولا از اون نظریاتی است که سلسله مراتب قائله بین خاستگاه‌های درد و رنج بشر. این یک.
نظامشون رو نظام طولی میدونه، نه نظام عرضی. توجه میکنید؟ ولی معتقده که مولدیتی وجود داره، علیت و معلولیتی بین این خواستگاه ها وجود داره. این یک. دوم، باید باز رأی بنده رو از اون نظریاتی به حساب آورد که میگن در رأس هرم که عاملی که وجود داره، رأس هرم در واقع دو چیزه، فقدان عقلانیت و فقدان معنویت. بنابراین از اون نظریاتی نیست که در رأس هرم به یک عامل قائله، میگه نه، دو تا عاملند، فقدان عقلانیت به علاوه فقدان معنویت. این دوتا که دیگه بقیه درد و رنج‌های ما ازشون سرریز میکنه، که حالا اینو توضیح خواهم داد. در جلسه دوم که به دوستان گفتم که جلسه دومی هم میتونه داشته باشه، اینه که حالا خود نظریه عقلانیت و معنویت به تفصیل یعنی چی، چی میخواد بگه. و در نظریه و در جلسه سومم در واقع لوازم این نظریه در نهاد خانواده، در نهاد اقتصاد، در نهاد تعلیم و تربیت، در نهاد سیاست، در نهاد علم و فن و هنر، در نهاد حقوق، در نهاد اخلاق و در نهاد دین و مذهب. که اگر ما به این نظریه قائل باشیم، اون وقت باید چه لازمه هایی رو در نهادهای مختلف اجتماعی به دوش بگیریم و بگیم اگر این نظریه بخواد اپلای بشه، تطبیق بشه، منطبق بشه بر نهادهای اجتماعی، یعنی مثلا بر نهاد خانواده یا نهاد تعلیم و تربیت یا نهاد اقتصاد یا نهاد سیاست یا نهاد علم و فن و هنر یا نهاد حقوق یا نهاد اخلاق یا نهاد دین و مذهب، اون وقت چی ازش عائد میشه. بنابراین من در این جلسه فقط متکفل شدم قسمت اول رو بگم، قسمت دوم و سوم رو فعلا متکفل نشدم، چون خود دوستان پیشنهاد کردن که اولی رو تو بگو و منم همین اولی رو خدمتتون عرض میکنم که اجمال نظریه عقلانیت و معنویت چی میگه. خب از اینجا شروع بکنیم که انسان هم یک موجود ارگانیکه، و موجود ارگانیک فرقش با موجود مکانیک یعنی با موجود ماشینی در اینه که یک موجود مکانیک، یک موجود ماشینی، این اگر یکی از اجزایش ازش بیرون بیاد، بقیه اجزا ساختارشون رو از دست نمیدند، اما بازم مجموعه کارکردش رو نخواهد داشت، به خاطر اینکه کارکرد مجموعه متوقف بود بر این که همه اجزا حضور داشته باشن. مثال بزنم، یک دستگاه رادیو یک نظام مکانیک. چرا؟ چون اگر من از کل این دستگاه گیرنده‌ای که اسمش رادیوه یه فنر رو بکشم بیرون، بقیه اجزای این ماشین، بقیه اجزای این دستگاه هیچ کدامشون دست به ترکیب ساختارشون نمیخوره. اما چرا بازم من اخبار رو نمیتونم گوش بدم از طریق این رادیو؟ یعنی چرا با اینکه ساختار تمام اجزای دیگه دقیقاً چنان که قبلا بودن هستن، ولی چرا من صدای گوینده اخبار رو از رادیو نمیتونم بشنوم؟ به خاطر اینکه کارکرد متوقف بود بر جمع همه اجزا، اون وقت من از این جمع همه اجزا یه جزء رو کشیدم بیرون، بنابراین دیگه الان جمع همه اجزا وجود نداره و کارکرد متوقف بود بر وجود همه اجزا. حالا که یکی از اجزا اومد بیرون، دیگه این کل کارکرد خودشو نداشته. بنابراین دستگاه ها و منظومه های مکانیک دستگاه ها و منظومه های هستن که هر جزئی اگر ازشون حذف بشه، ساختار بقیه اجزا هیچ تغییری نخواهد کرد، اما کل دیگه کارکردش رو نخواهد داشت، به خاطر اینکه اون کارکرد توقف داشت بر جمع همه اجزا. یعنی جمع همه اجزا شرط لازم و کافی کارکرد. اما وقتی که ما میرسیم به منظومه های ارگانیک که مکانیک نیستن، مثل یک درخت که یک منظومه ارگانیکه، مثل یک خرگوش که یک منظومه ارگانیکه و مثل یک انسان که یک منظومه ارگانیکه، در اینجا اگر
یکی از اجزا دخل و تصرفی درش بشه، در ساختار بقیه اجزا هم تأثیر میگذاره. اونجا ساختار بقیه اجزا دست به ترکیبش نمیخورد، اما اینجا اینجور نیست. یعنی اینجا اگر شما یک برگی از یک درخت چندید، کم یا بیش تمام اجزای درخت دیگه در ساختارشون و طبعا در کارکردشون دخل و تصرف میشه. ارگانیک بودنشون به همین جهته که پیوستگیشون پیوستگی است که کاملا همه اجزا یک وحدتی میسازند، یه واحدی میسازند که یکی از این اجزا هم بره، ساختار بقیه اجزا سر جاش باقی نمیمونه. خب به طریق اولا کارکردش هم باقی نمیمونه. در رادیو کار ساختار باقی میماند، همه اجزا ساختارشون رو حفظ میکردن، کارکرد وجود نداشت. اینجا دیگه نه ساختار وجود داره و نه کارکرد. خب انسان یک موجود ارگانیک، یعنی اگر من ناخن دستم رو کوتاه کنم یا اگر من یک سوزنی به کف دستم وارد کنم، این کمابیش در تمام بدن من اثر میگذاره. ما یک موجود ارگانیک، اما نه فقط از این لحاظ موجود ارگانیکیم، از یه لحاظ دوم هم موجود ارگانیکیم. تا الان من میگفتم ارگانیکیم به لحاظ فقط ساختار بدنمون، ساختار جسممون، تنمون، اما ما یک لحاظ دیگه هم یک موجود ارگانیکیم و اون این که ما انسان ها علاوه بر ساختار تنانی، ساختار جسمانی و بدنی خودمون، ما دارای ذهنم هستیم و دارای روانم هستیم. در اینجا من یک نکته رو میخوام تأکید بکنم برش که اون یه مقدار منو نزدیک میکنه به آراء، یعنی یه مقدار عمده‌ای نزدیک میکنه به آراء اسپینوزا. ببینین، من مثل دکارت یا مثل لایبنیتس یا مثل فیلسوفان جهان اسلام معتقد نیستم که انسان یه موجود دوتکه‌ایه، یه موجود دوتکه‌ایه، به این معتقد نیستم. بلکه چرا؟ چون فیلسوفان جهان اسلام به تبع ارسطو و به طور کلی به تبع میراث فلسفی دوران هلنی، یونان و روم باستان، معتقد بودن انسان بدنی است به علاوه نفسی، به تعبیر ساده تر بگم تنی است به علاوه روانی. دکارت هم به همین معتقد بود، منتها دکارت اصالت رو میداد به ساحت دوم، یعنی ساحت روان. لایبنیتس هم به همین قائل بود. من اصلا قائل نیستم به این که ما بدن داریم و نفس داریم، بدن داریم و روان داریم، بدن داریم و ذهن داریم، که انگار ما دو تا چیز به هم چسبیدن، به هم ملصق شدن، به هم پیوستن و از پیوستشون انسان به وجود اومده. من دیدگاه هم کاملا دیدگاه اسپینوزاییه. من معتقدم ما یک موجودیم، یک موجود بیشتر نیستیم. این موجود رو از یک جنبه که بهش نگاه میکنید بهش میگید جسم، همین موجود رو از یک جنبه دیگه که بهش نگاه میکنید اون وقت بهش میگید ذهن یا بگید روان، هر چی میخواید تعبیر بکنید، من به اون تعبیرش خیلی کاری ندارم. توجه میکنید؟ یعنی به نظر من نظریه تو اسپکت تیوری اسپینوزا درسته. اسپینوزا میگه ما یک موجود یک پارچه ایم، هر انسانی یک موجود یک پارچه است، دو تیکه نیست، سه تیکه نیست، یک تیکه است. همین موجود رو از یک پرسپکتیو که بهش نگاه بکنید، از یک چشم انداز و دیدگاه که بهش نگاه بکنید، میگین این جسمه. همین موجود رو از یک پرسپکتیو دیگه، از یک دیدگاه دیگه بهش نگاه بکنید، بهش میگید ذهنه، یا به تعبیر بگید روان، هر چی میخواید تعبیر کنید. من فعلا به تعابیر مختلف ذهن، نفس، روان، روح، به اینا فعلا کاری ندارم، چون این اگه میخواستم وارد این بحث بشم وقت تو قسمت دوم بحثم باید بپردازم به این که من تو عقلانیت معنویت به چند ساحت قائلم. اما نه، فعلا میگم که یک موجودیست، یک پارچم هست، یک واحد سایکوسوماتیکه، یک واحد روانتنیه. از یه منظر که بهش نگاه میکنیم بهش میگیم تن است، از یه منظر دیگه که بهش نگاه میکنیم بهش میگیم روانه.
خب حالا همین موجودی که دو ساحتیه، این دو ساحت هم که به زبان تنگنای خودمون میگیم دو ساحتی، اینا با هم وحدت ارگانیک دارند. توجه میکنیم؟ یعنی علاوه بر این که اجزای بدن مثل اجزای یک درخت، مثل اجزای یک خرگوش با هم وحدت ارگانیک دارن، علاوه بر این ساحت‌های مختلف وجود من که یکیشون رو بهش میگیم تن، یکیشو بهش میگیم ذهن یا روان یا نفس یا روح یا هر چیز دیگری، این دوتا هم باز با هم وحدت ارگانیک دارن. اینا هم باز دگرگونی در این جنبه رخ بده، حتما یه دگرگونی متناظری در اون جنبه رخ میده، دگرگونی در اون جنبه رخ بده، حتما یه دگرگونی متناظری در این جنبه رخ میده. یعنی اگر به اون ساحتی که ما به خاطر تنگنای زبانی بهش میگیم بدن، اگر این یک دگرگونی درش پدید اومد، حتما در اون ساحت دیگری هم که باز به موجب تنگنای زبانی بهش میگیم ذهن، در اونجا یه دگرگونی رخ میده و بالعکس. اگه در ذهن رخ بده، در بدن هم رخ میده. بنابراین ما یک موجود ارگانیکیم به دو معنا از ارگانیسم. حالا میخوام عرض بکنم که این موجود ارگانیک یک سلسله نیازهایی داره و یک سلسله خواسته هایی. برای رأی من تفکیک بین نیاز و خواسته خیلی اهمیت داره. یعنی یکی از محکمات این عرایض بنده اینه که شما بین خواسته و نیاز تفکیک بکنید و این خیلی برای من اهمیت داره، خیلی من برایش تأکید میکنم، تو اندیشه من خیلی تأکید میشه برای این که دو چیز داریم، ما یک دیزایر داریم، یک خواسته داریم، توجه میکنید، اما یه چیز داریم به نام نید، نیاز. این دوتا رو اصلا نباید با هم خلط کرد. انات میکنید خواسته های من اموری هست که اولا مفقودند، الان ندارمشون، ثانیا مطلوبند، یعنی میخواهم که داشته باشمشون. پس مفقودیت به علاوه مطلوبیت برای من دارند. اگر چیزی در وجود من مفقود باشه نباشه و مطلوب هم باشه، یعنی خودم هم خواستارش باشم، این میشه خواسته ای من. خواسته را اگر بهش برسم کسب لذت میکنم. علامت رسیدن به یک خواسته اینه که من لذت دارم میبرم. لذت بردن ناشی از رسیدن انسان است به یکی از خواسته های خودش. حالا این خواسته هر خواسته ای میخواد باشه، هر خواسته ای که من داشته باشم، چه خواسته جسمانی چه خواسته ذهنی روانی، اگر بهش رسیدم احساس لذت میکنم. احساس لذت یک نشانه است، یک سیمتومه برای این که من به یک خواسته از خواسته های خودم نیل پیدا کردم، رسیدم. حالا خواه این خواستهی که بهش رسیدم بالمعال به سود من باشه یا بالمعال به زیان من باشه، حالت میکنی؟ ممکنه من به خاطر قند خونم بستنی به زیان بدنم باشه، ولی اگر بستنی مفقود باشه برای من و در این حال مطلوب منم باشه، وقتی من بستنی رو میخورم کسب لذت میکنم. حالا ولو من کسب لذت دارم از چیزی میکنم که بالمعال به زیان منه، چون مبتلا به قند خونم مثلا. بنابراین درخواسته این هست که مفقودیتی به علاوه مطلوبیتی وجود داشته باشه، که وقتی این مطلوبیت و مفقودیت وجود داشت و من رسیدم به اون امر مفقود مطلوب، اون وقت احساس لذت میکنم. اعم از این که این احساس لذت رو از رسیدن به چیزی میکنم که در نهایت به سود ارگانیسم منه، و خواه این کسب لذت رو دارم از چیزی میکنم که در نهایت رسیدن به اون چیز روی هم رفته به زیان این ارگانیزمی است که اسمش مثلا منه، مصطفاست فرض کنم. خب اما نیاز این نیست، نیاز با خواسته فرق میکنه. نیاز در واقع معناش اینه که آنچه برای حفظ نهایی
وضع مطلوب یک ارگانیسم لازمه. اونی که برای حفظ نهایی وضع مطلوب یک ارگانیسم لازمه به اون میگیم نیاز. علت میکنیم نیاز وقتی برآورده نمیشه، فرقش با خواسته وقتی برآورده نمیشه در اینه، خواسته وقتی برآورده نمیشد من از لذت محروم میموندم، وقتی خواسته برآورده میشه من عائدیم لذته، لذت میبرم. اما نیاز وقتی برآورده نشه، نه، بقای کمی و کیفی من کمابیش به خطر میفته. اینجا دیگه بحث بحث لذت نیست. اگر نیازی از عرض کنم که و اما نیاز همطور که عرض کردم چیزیست، هر چیزی فرق نمی کنه، جسمانی غیر جسمانی هر چی می کنید، چیزیست که برای حفظ نهایی وضع مطلوب یک موجود ارگانیک لازمه. بله عرض می کردم که و اما نیاز چیزیه که برای حفظ نهایی وضع مطلوب یک ارگانیسم لازمه. یعنی اگر ارگانیسم محروم بشه از اون وقت دیگه وضع مطلوبش قابل استمرار نیست، نه به لحاظ کمی و نه به لحاظ کیفی. به لحاظ کمی قابل استمرار نیست، یعنی عمرش کوتاه میشه، اون موجود ارگانیک، اون درخت سرو یا اون خرگوش یا اون انسان. و به لحاظ کیفی هم یعنی آنچه که در طول این عمری هم که براش باقی میمونه واجدش هست، اون چیزی نیست که برای او نشاط حیاتی بیاره، اون چیزی که بهش میگیم الان ویتال، نشاط حیاتیشو از دست میده، به این میگیم نیاز. نیاز وقتی برآورده نمیشه برخلاف خواسته وقتی برآورده نمیشد من از لذت محروم میموندم، اما نیاز وقتی برآورده نمیشه نه، من دارم کمیت و کیفیت عمرم رو از دست میدم، ممکنه کمیتش یا کیفیتش یا هر دو به خطر بیفته. این موجود ارگانیکی که اسمش انسانه مثل بقیه ارگانیسم های دیگه نیازهای خاص خودشو داره. صحبت بر سر اینه که منشأ این که انسان رنج میکشه اینه که نیازهاش برآورده نمیشه، نه خواسته هاش. تمام سخن در اینجا اینه که وقتی یک ارگانیزمی نیازهاش برآورده نشد، حتی یک درخت سرو هم همینجوره، نیازهاش که برآورده نشد این دیگه دیر یا زود مبتلا به رنج میشه و دیر یا زود کم و کیف زندگی خودش رو از دست میده. عنایت میکنید؟ اینو بهش میگیم در واقع نیاز. خب حالا بعداً بحث به اینجا خواهد رسید تو تفاصیلش، فقط اینجا میخوام اینو عرض فقط یک اشاره بکنم که انسان بالغ که هم به بلوغ فکری رسیده، هم به بلوغ عاطفی رسیده و هم به بلوغ ارادی رسیده، انسانیه که اگر بین خواسته ها و نیازهاش تعارض افتاد حتما نیازها رو ترجیح بده بر خواسته ها. اگر تعارض نیفتاد که بسیار عالیه، یعنی اگر همون چیزی رو میخواهد که بهش نیاز داره، یا همون چیزی رو که بهش نیاز داره میخواهد، یا آنچرا نمیخواهد بهش نیازم نداره، یاد میکنید، یا آنچرا میخواهد حتما بهش نیاز داره، اگر اینا باشه که عالیه. اما اگر تعارضی بین نیاز و خواسته رخ داد، اون وقت انسانی که دارای بلوغ فکریه و بلوغ ارادی و بلوغ از در ناحیه میل، این شخص میاد حتما خواسته هاشو به پای نیازهاش فدا میکنه و نیازهاشو ترجیح میده برای خواسته هاش. بچه ها که این بلوغ رو ندارند، و چه بسا من حتی در سن 65 سالگیم اگر این بلوغ رو نداشته باشم، در این گونه موارد درست عکس عمل میکنم. بچه سرما خورده، نیاز داره به داروهای خاصی، شربتی، کپسولی، قرصی، آمپولی، به اینا نیاز داره بدنش، ولی مطلقا اینا رو نمیخواد. از اون طرف شکلات و بستنی رو میخواد که نه فقط بهش نیاز نداره، بلکه در وضع کنونی کاملا هم مخالف جهت برآوردن نیازهاشه. بچه‌ها اینجورن که عموماً
وقتی بین نیاز و خواستشون تعارض حاصل شد، عموماً اینجورن که خواسته رو بر نیاز در واقع ترجیح میدن. از این نظرم بود که من تعبیر کردم که علامت بلوغ یک آدمی اینه. انسان بالغ کسی است که وقتی خواستش با نیازش با هم تعارض پیدا کرد، نیاز رو بر خواسته ترجیح بده. اینه. خب حالا اگر اینجور باشیم، ما باید نیازها رو بشناسیم، نیازهای ارگانیکی که اسمش انسانه بشناسیم، تا اون نیازها برآورده بکنیم. تا وقتی اون نیازهامون برآورده میشه، اون وقت دیگه منشأ درد و رنجمون از بین بره. انات میکنید. خب حالا ما چه وسیله‌ای داریم برای شناختن نیازهای این ارگانیسم؟ اینجاست که به نظر میاد که ما هیچ وسیله‌ای برای شناختن نیازهای این موجود غیر از عقل نداریم. اما باید عقل رو توضیح بدم این چی. ما فقط اگه بخوایم بفهمیم که این ارگانیزم نیازهاش چی هست، باید به عقل رجوع بکنیم. خب عقل یعنی چی؟ چون عقل همونطور که در جای دیگه گفتم 14 معنای مختلف داره و من یکی از اون معانی فعلا محل بحثمه، اون معنایی که فقط محل بحثمه رو اشاره بهش بکنم. ما به مجموعه منابع شناخت مورد اجماع معرفت شناسان میگیم عقل. من به معانی دیگر عقل کار ندارم. منابع شناخت مورد اجماع معرفت شناسان 6 تا منبع شناخت. یکی پرسپشن یعنی ادراک حسی، یکی اینتروسپکشن درون نگری، یکی مموری حافظه، یکی تستیمانیه یعنی گواهی. مثلا در تاریخ ما بیشتر مدعیاتمون از راه گواهی تأیید میشن. یکم شهود، منظورم کشف و شهود عرفانی نیست، شهود دکارتی، شهود عقلی، اونی که بهش میگیم اینتویشن شهود. و یکم استدلال، ریزنینگ، استدلال. خود ریزنینگ و استدلال هم 3 قسم تا الان ما کشف کردیم، 3 نوع استدلال کشف کردیم. یک دسته از استدلالاتمون استدلالات قیاسیه، دیدکتیوه. یک دسته استدلالات استقرائیه، ایندکتیوه. و یک دسته هم استدلالات ابدکتیوه، یعنی استدلالاتی که بهشون میگیم استنتاج بهترین تبیین. خب این 6 تا منبع، این 6 تا منبع شناخت مورد اجماع همه اپیستمولوژیست ها هستن. یعنی همه معرفت شناسان در مورد این 6 تا اجماع دارن. 7 هم هست، 8 هم هست، 9 و 10 و 11 و 12 و تا 16 هم هست که دیگه اون منابع شناخت رو همه اپیستمولوژیست ها برش اجماع ندارن و کم یا بیش عرض کنم که محل اختلافه. مثلا آیا تلپاتی هم یک منبع شناخته؟ اصلا محل اجماع نیست. آیا پریکاگنیشن هم یک منبع شناخته؟ پیشاگاهی؟ اصلا محل اجماع نیست. آیا ریولیشن، وحی هم یک منبع شناخته؟ اصلا محل اجماع نیست. بنابراین ما اومدیم و میگیم این 6 تا منبع شناخت که همه معرفت شناسان اجماع دارن، ما به مجموع این 6 تا روی هم رفته میگیم عقل. یعنی به مجموع ادراکات حسی به علاوه درون نگری ها، به علاوه حافظه ها، به علاوه گواهی ها، به علاوه شهود ها و به علاوه استدلالات، ما به این 6 تا میگیم عقل. یعنی به مجموع قوای ادراکیمون، یا به تعبیر متعارفتر امروزی به مجموع منابع شناختمون میگیم عقل. به این 6 تا روی هم رفته میگیم عقل. معناش چیه؟ معناش اینه که اگر من ادعایی کردم و تونستم اون ادعای خودم رو، مثلا الف به اصل خودم رو تونستم با یک واسطه، دو واسطه، سه واسطه، n واسطه برسونمش به یکی از این 6 تا منبع شناخت، اون وقت دیگه ادعای من ادعای عقلانی خواهد بود. توجه میکنید؟ و اگر یک الف به اصلی گفتم، یه الف به نیستی گفتم و اون الف به اصل و الف به نیست رو نتونستم با یکی، دو تا، سه تا، ان تا واسطه برسونمش به ادراکات حسی یا برسونمش به درون نگری یا به حافظه یا به گواهی یا به شهود
و یا به استدلال سگانه‌ای که گفتم اون سه نوع استدلال، اون وقت میگن که سخن تو عقلانی نیست. عقلانی نیست یعنی مؤدی نشد به این منابع شناخت ششگانه. خب ما سرمایه‌ای برای شناخت نیازهای بشر جز توسل به همین عقل به این معنا نداریم. ممکنه به نظر بعضی از سروران بیاد که آقا منابع دیگری هم داریم، ولی من در جواب شما به شما میگم حتی اون منابع دیگر اگر هم بخوان منبع شناخت به حساب بیان، باید با توسل به این ششتا اثبات منبع شناخت بودنشون بشه. یعنی فرض کنیم یک کسی بگه آقا مکاشفات عرفا هم منبع شناخته، اشکال نداره. بگه نه من وحی نه من پیامبران اونم منبع شناخته، اونم ما رو به یه واقعیتی میرسونه. میگم بله، ولی به شرط اینکه بتونی با توسل به این شش تا منبعی که همه ما آدمیان اجماع داریم در بابش اثبات کنی حجیت اپیستمولوژی که اون منبع مورد ادعای خودت رو، حجیت معرفت شناختی اون منبع رو. به اگه تونستی ریولیشن رو هم وحی رو هم با توسل به این شش تا منبع شناخت اثبات حجیتش رو بکنی، یعنی حجیت اپیستمولوژیکش رو، اون وقت اونم میشه یک منبع. بحث بر سر اینه که تاکنون بشر موفق به این کار نشده. ما این شش تا منبع اینو بهش میگیم عقل. خب وقتی که ما به توسط عقل میان میشناسیم، اینم باید بهش توجه بکنیم که این شش تا منبع هر کدامش شرایطی داره ها. حافظه هم یکی از منابع شناخته، ولی یه شرایطی داره که حافظه منبع شناخت باشه. توجه میکنیم ادراک حسی هم یه شرایطی باید داشته باشه تا منبع شناخت باشه. نباید فکر بکنیم که وقتی میگیم منبع شناخته یعنی دیگه هر کسی با هر شرایطی میتونه. باید با رعایت اون شرایطی که همش هم تو تفصیلات کتابهای اپیستمولوژیک هست، در اونجا مثلا گفته میشه حافظه ظاهری منبع شناخت نیست، حافظه ریل واقعی اون منبع شناخته، وگرنه ما شناختهای حافظه های اپارنت و ظاهری هم داریم که اونا منبع شناخت نیستن. و اگه سخن من مستند به یک حافظه ظاهری شد، اونو دیگه نمیتونیم بگیم سخن سخنیست موجه و پذیرفته و مستند. خب ما در واقع اینو داریم، چیز دیگه نداریم. اگر خواستیم چیز هفتمی یا هشتمی یا نهمی هم داشته باشیم، باز با توسل به این شش تا باید بگیم. خب وقتی با توسل به این شش تا میگیم، بازم معلوم میشه که منابع ما همین شش تا بیشتر نیستن، چون اونا رو تونستیم با وساطت این شش تا اثبات حجیتی براشون بکنیم. خب اینو عقل ما داریم. به توسط این عقل تو علوم مختلف ما میایم نیازهای بشر رو کشف میکنیم. این علوم مختلف یه بخششون علوم تجربی هست، چه علوم تجربی طبیعی یعنی فیزیک و شیمی و زیست شناسی و شاخه های مختلف این سه تا علم، چه علوم تجربی انسانی مثل روانشناسی و جامعه شناسی و سیاست و اقتصاد و شاخه های مختلف این علوم. اینا علوم تجربی هم، چه علوم تجربی طبیعی چه علوم تجربی انسانی. یه بخشی از این تجربه ها رو ما با علوم تاریخی میشناسیم، یه بخشی از این تجربه ها رو من معتقدم که ما با علوم فلسفی میشناسیم. نه همه شاخه های فلسفه، چون باز برخلاف آن چیزی که معروفه فلسفه به طور کلی از علوم انسانی نیست. بعضی از شاخه های فلسفه جزء علوم انسانی به حساب میاد، وگرنه فلسفه در باب ماهیت مکان هم حرف میزنه، اما اونجا یک از علوم انسانی نیست. شاخه های از فلسفه باز در شناخت نیازهای انسان به کار میان، مثلا بخش هایی از معرفت شناسی، بخش هایی از فلسفه ذهن، بخش هایی از فلسفه عمل، بخش هایی از فلسفه اخلاق، بخش هایی از فلسفه حقوق، بخش هایی از فلسفه دین، بخش هایی از فلسفه تاریخ. اینا ما از طریقش نیازها رو میشناسیم. بنابراین وقتی میگم عقل و مرادم اون شش تا منبع شناخته، این عقل جلوش تو آخرین دستاوردهای علومه، اعم از علوم منطقی ریاضی که در رتبه اولن، علوم تجربی طبیعی و علوم تجربی انسانی، علوم تاریخی، علوم فلسفی و علوم دیگری اگر داشته باشیم. این که میگم اگر داشته باشیم، چون بعضیا در این که علم دیگری غیر از این علوم که
عرض کردم داریم یا نداریم شک دارم. ولی بالاخره مجموعه علوم و معارف بشری آخرین دستاوردهاشون همیشه جلوگاه عقل بشری. ما باید به این عقل بشری به این معنا، یعنی به آخرین دستاوردها در هر زمانی، در هر مکانی و در هر وضع و حالی توسل پیدا بکنیم تا نیازهای بشر رو بشناسیم. خب نه فقط نیازهای بشر به توسط این علوم حاصل میاد، یعنی علوم منطقی ریاضی، علوم تجربی طبیعی و علوم تجربی انسانی، علوم تاریخی، علوم فلسفی و اگر علوم دیگری هم داشته باشیم، مثل علوم عرفانی، مثل علوم دینی و مذهبی اگر داشته باشیم، نه فقط ما نیازها رو میشناسیم، روش‌های رفع نیاز رو هم با همین علوم باید بشناسیم. بنابراین علوم دو تا کار برام میکنن، یکی میگن ما چه نیازهایی داریم و یکی میگن چه روش‌هایی برای رفع این نیازها وجود داره. التزام به آخرین دستاوردهای دانش بشری رو، دانش به معنی وسیع، التزام به این آخرین دستاوردها رو من بهش میگم عقلانیت، رشنالیتی، یعنی التزام به آخرین دستاوردهای ریزن، آخرین دستاوردهای عقل رو اگه من بهش تعهد داشته باشم، بهش التزام داشته باشم، وقت به من میگن تو یک انسان عقلانی. عقلانیت با عقل فرق میکنه، عقل رو همه دارن اما عقلانیت رو لزوما همه ندارن. همه عقل دارن، یعنی همه این منابع ششگانه رو در اختیار دارن، اما اینکه به دستاوردهاش التزام ببرزند یا نه، این دیگه نشون میده که چه کسانی عقلانی هن، چه کسانی در واقع عقلانیت ستیزن، یعنی رشنال نیستن، این رشنال دارن هستن. خب این تا اینجا. خب این التزام به عقلانیت در واقع برای هم کشف نیازها و هم برای کشف راه‌های رفع نیاز لازمه. اما حالا به یه مشکل دوم برمی‌خوریم و اون مشکل دومه که پای معنویت رو به میون می‌کشه و اون این که ممکنه نوع بشر یا من به عنوان یک فرد انسانی ممکنه کاملا بفهمم که نیازهای بشر چیاست و راه‌های رفع نیازها چیاست، اما به جهت یک سلسله اموری که اونا رو هم باید در جای خودش فهرست بکنم که اونا چه اموری هست، ممکنه من نخوام به این دانش خودم عمل کنم. توجه میکنید؟ مثال خیلی ساده، هم بیماریم رو پزشکان تشخیص دادن، هم نسخه برام پیچیدن، اما من نسخهشون رو عمل نمی کنم. توجه میکنید؟ مثال خیلی ساده شده دارم میزنم. خب اینجاست که میبینیم عقلانیت نیاز به یک چیز دومی هم داره. اینو میتونم به صورت دیگری بگم و اون صورت دیگر این صورته که معمولا در فلسفه اخلاق به این صورت گفته میشه. گفته میشه چرا بین معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی شکاف وجود داره؟ چرا چنین نیست که به محض اینکه من فهمیدم دروغ گفتن کار نادرستی است، از اون لحظه به بعد دیگه دروغ نگم؟ چرا اینجوری نیست؟ چرا از اون لحظه ای که میفهمم تواضع کار کاملا شایسته و بایسته ایه، چرا از اون لحظه به بعد من روش متواضعانه در زندگی در پیش نمیگیرم؟ چرا معرفت اخلاقی به عمل اخلاقی متناسب با اون معرفت لزوما منجر نمیشه؟ حتما یه شکافی این وسط وجود داره که من علارغم این که میدونم کاری درسته است انجام نمیدم، علارغم این که میدونم کاری نادرسته انجام میدم. این شکاف این وسط، این گپی که بین معرفت و عمل وجود داره، این گپ چیه؟ این گپ از کجا اومده؟ چرا همیشه معرفت به عمل متناسب با خودش منجر نمیشه لزوما؟ چرا اینجوریه؟ چی پیش اومده؟ نظریه های مختلفی اینجا عرضه شده در طول تاریخ. انات میکنید؟ در باب اصل داستانش یک متفکر بزرگ در تاریخ با اصل داستان مخالفه. با کدوم داستان مخالفه؟ با اینکه من بگم چرا معرفت به عمل نمی انجامد. تنها متفکر بزرگی که میگفت اصلا غلطه که میگید معرفت به عمل نمی انجامد، سقراط. سقراط میگفت همیشه معرفت به عمل می انجامد. اگر معرفت واقعا حاصل شد، امکان نداره کسی معرفتش به عمل متناسب با اون معرفت نینجامد. اما غیر از سقراط ما هیچ متفکر
بزرگی در تاریخ نمیشناسیم که معتقد باشه یه همچی گپی وجود نداره. سقراط اصلا معتقد بود این گپ وجود نداره. خب حالا غیر از سقراطیان که معتقدن این گپ وجود داره، این گپ رو چی میدونن؟ چی میگن؟ میگن چی میشه که ما در عین حال که میدونیم کار درسته انجام نمیدیم، یا در عین حال که میدونیم کاری نادرسته انجامش میدیم؟ 11 تا نظریه در طول تاریخ عرضه شده. یکیش نظریه ادیان ابراهیمی. ادیان ابراهیمی نظریه فریب رو اینجا پیش کشیدن. میگن این که آدمی میدونه کار ایکس رو باید بکنه و نمیکنه، میدونه کار ایگرگ رو نباید بکنه و میکنه، به خاطر اینکه موجوده با موجود فریبکاری مواجهه که اون موجود فریبش میده، نمیگذاره به مقتضای علمش عمل بکنه. خب حالا میگیم اون موجود فریبکار کیه؟ ادیان ابراهیم خودتون میدونید که معمولا تا 4 تا موجود فریبکار رو تصویر میکنن. شیطان، یک، دنیا، نفس و هوا. توجه میکنید؟ ابلیس و دنیا و نفسی و هوا. یا رب انت علی خلاص قدیر رو به گفته اون عارف مسلمان میگفت خدایا من 4 تا تیرانداز از 4 مخفیگاه دائم دارن به طرف من تیر پرتاب میکنن، فقط تو میتونی من از دست این 4 تا تیرانداز نجات بدی. اون 4 تا کیان؟ میگفت ابلیس و دنیا و نفسی و هوا. یکی ابلیس، یکی دنیا، یکی نفس، یکی هوا. این نظریه ادیان ابراهیمی. ارسطو خودش معتقد بود که نه، اینا اصلا مهم نیستن. او معتقد بود به ضعف اراده. میگفت اونی که باعث میشه من به علم خودم عمل نمی کنم، به معرفتم عمل نمی کنم، به خاطر اینکه ضعف اراده دارم، سستی اراده، و از نظر به ضعف اخلاق اراده، میگفت ضعف اخلاقی. میگفت این ضعف اراده است که باعث میشه ما به دانسته هامو عمل نکنیم. بعد نظریات مختلف وجود داره. حالا بحث بر سر اینه که اگر ما بخوایم که حالا که عقلانیت به ما گفته نیازهاتون ایناست و باید برای رفع نیازهاتون هم این کارها رو بکنید، اگر بخوایم اون کارها رو واقعا بکنیم، اون وقت من معتقدم به یه چیزی نیاز داریم به نام معنویت. نیاز میکنیم؟ این معنویت منظم به اون عقلانیت میشه. عقلانیت به ما میگفت نیازهاتون ایناست و راه های برآوردنش هم ایناست، و معنویت هم با من کاری میکنه که من به اون راه ها التزام ببرزم، رعایت کنم کارها رو، تعهد کامل نظری و عملی نسبت به اونا داشته باشم. این روش کنیم معنویت. خب حالا معنویت یعنی چی؟ اعتماد میکنید معنویت در واقع اخلاق فقط نیست. اخلاقی بودن آدم رو معنوی نمی کنه. اخلاقی بودن شرط لازم معنویت هست، اما شرط کافی نیست. به زبان ساده تر، هر آدم معنوی اخلاقیه، ولی لزوماً هر آدم اخلاقی معنوی نیست. برای اینکه من بتونم به اون یافته های عقل التزام ببرزم، نیاز به معنویت دارم. معنیش این نیست که فقط نیاز به اخلاق دارم. نیاز به اخلاق دارم و نیاز به چیزی که اخلاق رو برای من پذیرفتنی بکنه. چرا؟ چون اخلاق در اکثریت قریب به اتفاق موارد در زندگی منو در مسابقه های زندگی عقب میندازه، و اگر من فقط به این مسابقه ها بخوام نظر بدوزم، نمیتونم به اخلاق التزام ببرزم. یعنی چه؟ یعنی وقتی که من اخلاقی زندگی میکنم، 7 مطلوب اجتماعی ما داریم، هر 7 مطلوبی که ما تو این 7 مطلوب با بقیه هم نوعان خودمون یا بقیه شهروندان جامعهمون همیشه در حال مقایسه نظریم و مسابقه عملی. ما انسانهای عادی، البته کسی مثل خود من انسان عادی، در تمام آنات زندگیم با بقیه انسانها خودم رو در نظرن و در فکر در حال مقایسه میبینم و عملا در حال مسابقه. این مقایسه نظری و مسابقه عملی، دائم دارم خودم رو با شما مقایسه میکنم تو عالم فکر، تو عالم نظر، تو عالم ذهن خودم دارم خودم رو با شما مقایسه میکنم، و در عملم خودم رو دارم در حال مسابقه با شما میبینم. خب حالا در چی خودم رو با شما مقایسه میکنم و در چی خودم رو با شما در حال مسابقه میبینم؟ در این 7 مطلوب اجتماعی فردی.
که اجتماعی یعنی تو ظرف جامعه حاصل میان ولی برای افراد حاصل میان. بنابراین بهشون میگم اجتماعی فردی. یکی ما خودمون همیشه در حال مقایسه و مسابقه میبینیم با دیگران در ثروت، یک. دوم در شهرت، سوم در قدرت، چهارم در احترام، پنجم در آبرو، ششم در محبوبیت و هفتم هم در مدارج فرهنگی. که شما دکترید ولی من فوق لیسانسم، شما فوق لیسانسید ولی من لیسانسم، شما عرض میکنم که فلان مدرک دانشگاهی رو دارید من ندارم. ما داریم در حال مسابقه و مقایسه ایم در این چیزا، تو ذهن خودمون مقایسه میکنیم با دیگران و در عمل مسابقه میدیم. حالا من انسانی که میخوام تو این مسابقه ها و مقایسه ها احساس برتری بکنم، میبینم اگه بخوام اخلاقی عمل بکنم کم یا بیش تو هر هفته از شما عقب میفتم. آدم وقتی اخلاقی عمل میکنه هم به ثروتمندی خودش کما بیش لطمه میزنه و هم به شهرت خودش، هم به قدرت خودش، هم به احترام خودش، هم به آبروی خودش، هم حتی به محبوبیت خودش، به همه این هفت مطلوب اجتماعی فردی، همه بر اثر التزام به اخلاق لطمه میخورن. بنابراین اخلاقی زیستن هزینه بالایی برای من داره. خب برای اینکه این هزینه بالا رو من تحمل بکنم نیاز به یک نظرگاهی دارم که اون نظرگاه به من بگه در این حال که اعتراف میکنم فلانی که داری با اخلاقی زیستن در این شش قلم هفت قلم رو داری دائما هزینه میپردازی، ولی یه فائده بزرگتری از همه این هزینه هایی که میپردازی عائدت میشه. اگر این بشه اون وقت من اخلاقی میمونم، با من که فهمیدم که نیازهام از این راه برآورده میشه، نیازهای خودم، نیازهای نوع بشر از این راه برآورده میشه، به این راه ها التزام میورزم. با اینکه وقتی التزام میورزم از این هفت مطلوب اجتماعی کمابیش محروم میشم، ولی عوضش یه فایده های عظیمتری میبرم. این که میگفتم معنویت به معنای فقط اخلاق نیست، به این جهته. معنویت اخلاق است به علاوه چیزی که اخلاقی بودن رو برای ما مطلوب بکنه. اخلاقی بودن اگه فقط بنا باشه هزینه پرداختن باشه که مطلوب ما انسان ها نیست، چون ما انسان ها نمیتونیم از سلف لاو، از حب ذاتمون دست برداریم، حب ذات داریم. پس باید یه دیدگاهی به ما بدن که بگن حالا که اینجوری باید رفتار کنید، اگر چه وقتی اینجوری رفتار میکنید دارید از مطلوب های فردی محروم میمونید، ولی عوضش یک فائده بسیار عظیمتری عایدتون میشه که وقتی محاسبه یه فائده هزینه میکنید میبینید بالمعال برنده شده ای. اون وقت اون باعث میشه که آدم به دریافته های عقلش التزام میبرزه. عقلانیت به من میگه چه بکن و معنویت به من پشتوانه روحی میده برای اینکه اون کاری که عقلم گفته رو بکنم. اون پشتوانه روحی فقط با دستورالعمل اخلاقی صادر کردن حاصل نمیاد، چون دستورالعمل اخلاقی صادر کردن فقط صادر کردن یک سلسله احکام و قواعدی است که اون احکام و قواعد اگه من بخوام بهشون عمل بکنم فقط دارم خسارت میبینم، فقط دارم در واقع زیان میکنم. پس یه دیدگاهی هم باید بهش اضافه بشه و اون دیدگاه چیه؟ اون دیدگاه چیزی است که مرا گرم میکنه در رعایت احکام اخلاقی، در رعایت موازین اخلاقی، معایير اخلاقی، قواعد اخلاقی. حالا تو قسمت دوم عرایضم که خواهم داشت میگم این معنویت چگونه حاصل میاد. پس عقلانیت رو عرض کردم، گفتم برای اینکه به این دستاوردهای عقلانی بشر التزام بورزیم، از چیز خیلی ساده سادهش که پزشکی به من گفته که باید دندوناتو مسواک بکنی، چرا من دندونو مسواک بکنم؟ ممکنه من در این حال که میدونم باید دندونو مسواک کنم مسواک نکنم، برای اینکه یه گرمایی در وجود من پدید بیاد که مسواک دندانم رو حتما رعایت کنم. از اینجا بگیری تا بزرگترین فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و حقوقی، برای اینکه التزام ببرزم نیاز دارم به اخلاق. ولی اخلاقم خودش بدون پشتوانه نمیتونه، چون اخلاق بدون پشتوانه فقط مرا به هزینه تحمل کردن میکشونه و از عقلانیت به دوره که من دائم هزینه تحمل بکنم و هیچ فایده نبرم.
اگر یه دیدگاهی منظم بشه به این اخلاق که بگه همین اخلاقی زیستن کاملا هم عقلانی، یعنی فایدهش بیشتر از هزینه هاشه، وقت من اخلاقم عمل میکنم. حالا این معنویت چجوری به دست میاد؟ در قسمت دوم عرایضم میگم که این معنویت هم از دل همون عقلانیت میاد بیرون.